جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن، بسیار خوش آمدید آقای هاشمی. خب به ما بفرمایید که محل پایگاه آمریکا که در مرز سوریه، اردن و عراق قرار داره تا چه اندازه به لحاظ ژئوپلیتیک حائز اهمیت هست؟ عرض ادب و سلام دارم خدمتتون. پایگاه تنف در منطقه تنف در یک مثلث در بیابان سوریه، یک مثلث میان اردن، سوریه و عراق قرار داد با فاصله 22 کیلومتری از شاهرگ اصلی راهی که تهران، بغداد و دمشق را به همدیگه مرتبط می‌سازه. و یک زمانی این شاهرگ در واقع معبر اصلی برای رساندن نیروهای نظامی و اسلحه به سوریه بود. تا سال 2016 این پایگاه در اختیار داعش بود و پس از طرد داعش توسط نیروهای آمریکا در واقع اشغال شده و تبدیل به یک مهمترین پایگاه نیروهای آمریکایی و نیروهای غربی در این منطقه هست و حتی گفته می شود این پایگاه در راستای سد نفوذ ایران و رسیدن ایران به دمشق هست و اصلا به صورت یک پایگاه اصلی برای مقاومت کل طرح توسعه ایران در منطقه هست. از راه حائز اهمیت هست و بسیار مهم است و مهمتر از این که در یک منطقه بیابانی هست و یک توافق نانوشته بین آمریکایی ها و خود دولت سوریه و حتی بین نیروهای رادیکال مثل داعش و غیره وجود داره، در برای اینکه تا حدود 55 کیلومتری اطراف این منطقه اونها حق درگیری با هر نیروی نخواهند داشت. از این رو بسیار بسیار حائز اهمیت هست و اینه که باعث میشه که گاهی توسط در واقع کسانی که گفته میشود مجهول هستند مورد حمله قرار میگیرند. بله، فکر میکنید واکنش آمریکا به این حمله چگونه واکنشی باشه؟ اونچه که تا به حال بیان شده در بیانیه که صادر شده از طرف نیروهای آمریکا این که این حمله از پیش تعیین شده و بررسی شده و پیش بینی شده بود و این حکایت از اون داره که کسانی که به این پایگاه حمله کردن دولت بوده، یعنی اطراف یا حتی گروه های شبه نظامی نبودن و بیشتر منظورشون و انگشت اتهام متوجه ایران هست، به ویژه این که به وسیله پهباد صورت گرفته این حملات. من فکر میکنم پاسخ بسیار شدید خواهد بود برای اینکه این پایگاه سمبل حضور نیروهای آمریکایی و غربی در منطقه هست و نهایتاً پاسخ ها باید خیلی شدیدتر باشه. منتها این پاسخ چه وقت خواهد بود؟ الان شاید به خاطر ملاحظات سیاسی در خصوص برجام کمی به تأخیر بیفته، ولی قطعاً پاسخ شدیدی پیدا خواهد کرد. اشاره کردید به واکنش احتمالی آمریکا که ممکنه که شدید باشه. اگه خیلی کوتاه به ما بفرمایید که ایران با حمایت از حملات اینچنینی به پایگاه آمریکا در منطقه اساساً چه هدفی رو دنبال میکنه؟ ببین این حمله اولا همزمان با تشکیل کمیسیون بررسی پیشنویس قانون اساسی سوریه صورت میگیره و این یعنی یک گام جلوتر به سمت راهکار سیاسی که قطعا به نفع حضور ایران در منطقه نخواهد بود و ایران نگران آینده خودش هست در این منطقه. دوم اینکه الان بحث برجام هست و پرونده های ایران برای برجام در حوزه سیاسی شاهدیم که در لبنان و عراق خیلی موفق نبوده و سعی میکنه در حوزه نظام اینها رو بیشتر فعال بکنه، همچون که ملاحظه میکنیم حملاتش در یمن تشدید داده و فکر میکنم این حمله نظامی هم بخشی از این حملات باشه تا بتواند فشار بیشتری بر علیه ایالات متحده آمریکا و جامعه بین‌المللی وارد بسازه تا بتواند منافع بیشتری در گفتگوهای پیش بینی شده در آینده برای خودش کسب بکنه. جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن، بسیار سپاسگزارم از شرکت شما در برنامه.